خلاصه کتاب صبح جادویی اثر از هال الروت از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ماجویا. 6 عادت موفقیت ساز صبحگاهی برای زندگی. اگه از وضع زندگی الانت ناراضی هستی و میخوای زندگی پربار و شاد واسه خودت بسازی، باید تغییر رو از صبح شروع کنی. عادتهای صبحگاهی و کارهایی که توی شروع روزت انجام میدی نقش خیلی مهمی توی موفقیت ها ایفا میکنن. خیلی از آدمای موفق، مولتی میلیونرها، مدیرهای برتر، ستاره های سینما و تلویزیون صبح زود از خواب بیدار میشن و قبل از اینکه تو اولین چای صبحونت رو بنوشی اونها کلی از کاراشون رو انجام دادن. اما فقط صبح زود بیدار شدن کافی نیست، تو باید 6 عادت صبحگاهی ساده رو توی برنامه صبحگاهیت بگنجونی و بهشون پایبند باشی تا بتونی اونجور که همیشه دلت میخواسته زندگی کنی. علاوه بر این 6 عادت، توی این خلاصه کتاب میخونیم که چجوری طرز تفکرتو تغییر بدی و از این عادتها استفاده مؤثری بکنی تا بتونی به اهداف و آرزوهات برسی. توی این خلاصه کتاب به پرسش‌های زیر پاسخ داده میشه: ورزشکارهای حرفه‌ای چطور به اهدافشون میرسن؟ چرا خاموش کردن صدای زنگ گوشی برات خیلی گرون تموم میشه؟ چطور میتونی توی هر زمان و مکانی که هستی به عادتهای صبحگاهی پایبند باشی؟ فصل اول، داشتن پتانسیل موفقیت و تغییر سبک زندگی معمولی به یه زندگی عالی. بیا اول به زندگی مردم معمولی آمریکای نگاهی بندازیم. یه شهروند معمولی آمریکایی حدود 10,000 دلار بدهی داره، از اضافه وزن رنج میبره، به شغلش هیچ علاقه ای نداره، دوستای صمیمی خیلی کمی داره و تا حدی افسرده است. در واقع اکثر آمریکایی‌ها فقط یه زندگی معمولی دارن و عمرشون رو هدر میدن و هیچ قدمی واسه شکوفایی توانایی‌هاشون بر نمی‌دارن. اداره امنیت اجتماعی آمریکا آماری ارائه داده. توی این آمار ذکر شده که اگه به طور کاملاً تصادفی 100 فرد آمریکایی رو که توی ابتدای مسیر زندگی حرفه‌ایشون هستن انتخاب کنی و زندگیشون رو زیر نظر بگیری، 40 سال بعد میبینی که تنها 1 نفرشون واقعا ثروتمند شده. 4 نفرشون وضع مالی خوبی دارند. 5 نفرشون باید مدام به کار کردن ادامه بدن. 36 نفرشون مردن و 54 نفرشون هم وابستگی مالی به خانواده و دوستاشون دارن. این آمار به وضوح نشون میده اوضاع چقدر خرابه. با فرض اینکه هیچ کدوم از این آدما از ابتدای مسیر برای تلف کردن زندگیشون برنامه ریزی نکرده بودن، این آمار شوکاور به این معنیه که 95% مردم آمریکا زندگی دلخواه خودشون رو تجربه نمی کنن. استقلال و موفقیت مالی یعنی حس آزادی داشته باشی و نیازی نباشه که نگران پرداخت قبضات باشی یا توی قرض و بدهی غرق بشی. تحقیقات توی آمریکا نشون میده که مصرف مواد مخدر از همیشه بیشتر شده. 50% از ازدواج‌ها به طلاق ختم میشن. بدهی‌های بانکی آدم‌ها سر به فلک کشیده. چاقی مفرط بین مردم شایع شده و بیماری‌های قلبی و سرطان رشد بی‌سابقه‌ای داشتن. با این حال این آمار صرفاً مختص به آمریکا نیست و خیلی از مردم دنیا چنین شرایطی رو توی زندگیشون تجربه می‌کنند. خبر خوب اینه که اگه تو هم خودت رو جزء این جامعه آماری می‌بینی، می‌تونی
توی زندگیت به موفقیت و خوشبختی برسی. فقط کافیه تصمیم بگیری که تحولی توی زندگیت ایجاد کنی. در واقع همه ما پتانسیل شکوفایی و موفقیت رو داریم. زندگی من بهترین مثال واسه اثبات این حرفه. بعد از تصادفی شدید حدوداً 6 دقیقه تجربه مرگ داشتم و علائم حیاتی رو کامل از دست داده بودم. بعد از بازگشت دوباره به زندگی که واقعاً شبیه یه معجزه بود به کما رفتم. چند روز بعد از کما بیدار شدم، اما پزشکا به هم گفتن که آسیب شدیدی به مغزم وارد شده و دیگه بعیده که بتونم راه برم. با این وجود با شرایط پیش اومده کنار اومدم. به جای حسرت خوردن واسه گذشته تصمیم گرفتم که کنترل زندگیم رو به دست بگیرم و به رویاهام رنگ واقعیت بدم. در نهایت تونستم سلامتیم رو به دست بیارم و روی پاهام راه برم. من اونقدر پیش رفتم که به یکی از نویسندگان انگیزشی برتر آمریکا تبدیل شدم. فصل دوم، موانع شکوفایی و موفقیت. تا حالا به اهمیت طرز فکر و نگرشت به زندگی فکر کردی؟ تا حالا فکر کردی که طرز تفکر تو میتونه مانع رشد و شکوفاییت بشه؟ خیلی از ما بر اساس تجربیات و اتفاقات گذشته تصمیم میگیریم و به عبارتی از سندروم آینه عقب رنج میبریم. اگه گرفتار سندروم آینه عقب باشی، این باور رو پیدا میکنی که اصلا نمیتونی تغییر کنی. هر اتفاقی که توی گذشته واسط افتاده حتما دوباره هم میفته و انتخابها و تصمیمگیریهات رو محدود به تجربه های قبلی میکنی. برای همینم وقتی فرصت جدیدی واسط پیش میاد به راحتی ردش میکنی، چون قبلا تجربهش نکردی. با این باور هیچ وقت نمیتونی تغییری توی زندگیت ایجاد کنی و به موفقیت نمیرسی. برای مثال کسی که قبلا یه بار تجربه ازدواج ناموفق داشته و دیگه نمیتونه با کسی وارد رابطه عاطفی بشه از این سندروم رنج میبره. علاوه بر سندروم آینه عقب، مانع دیگه‌ای که واسه شکوفاییت وجود داره مجزا دیدن وقایع از همه. این عادت باعث میشه که وقایع رو جدا از هم ببینی و تصور کنی که تأثیری بر روی همدیگه ندارن، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. مثلا با خودت فکر میکنی که امروز حوصله ندارم و بهتره فلان کار رو انجام ندم و به فردا موکولش کنم. شاید فکر کنی که تصمیمت واسه انجام ندادن اون کار فقط مربوط به همون لحظه است و تأثیری بر چیزهای دیگه زندگی نداره. اما اینطور نیست. اگه امروز اون کاری رو که تصمیم گرفته بودی انجام ندی، نشون میده که اونقدرها هم به تصمیمت پایبند نیستی و توی ناخودآگاهت این باور شکل میگیره که همیشه فردایی واسه انجام کارها هست و نیازی نیست حتما امروز کاری رو انجام بدم. هارو اکر، نویسنده و تاجر کانادایی، توی کتاب معروفش به اسم اسرار ذهن ثروتمند به این مسئله اشاره میکنه و میگه نحوه انجام هر کاری نشون میده که همه کارهات رو چجوری انجام میدی. پس اگه به هر رویدادی به طور مجزا نگاه کنی، جدیت خودت رو توی انجام کارها از دست میدی. عادت میکنی که همه چیز رو به خودت آسون بگیری و به هیچ تصمیمت پایبند نباشی. شاید اولش به خودت بگی فقط همین یه بار، فقط امروز، اما در نهایت این مسئله واسط عادی میشه و دیگه نمیتونی هیچ قدمی واسه رویاهات برداری و فقط تا جایی که بهونه‌هات اجازه میدن میتونی پیشرفت کنی و به موفقیت برسی. اگه میخوای زندگیت رو اونطور که دلت میخواد سر و سامون بدی، باید
طرز تفکرت رو در مورد زندگی تغییر بدی. درگیر گذشته بودن و بهونه تراشی هیچ کمکی بهت نمی کنه. فصل سوم، نگرشی جدید به خواب. حالا که میدونی تو هم میتونی به زندگی رویاییت برسی، وقتشه که اولین قدم رو برداری. اولین سوالم ازت اینه: آیا امروز صبح زنگ موبایلت رو که واسه بیدار شدن کوک کرده بودی خاموش کردی؟ اگه جوابت بله است، بدون که تنها نیستی و خیلی از مردم جهان گرفتار این مشکلن. خاموش کردن زنگ بیداری موبایل نتیجه جز گرفتار شدن توی بی هدفی و بی انگیزگی نداره. هر بار که توی حالت خواب و بیداری دستت رو میبری سمت گوشیت و زنگ موبایلت رو خاموش میکنی، ناخودآگاه این پیام رو به ذهنت منتقل میکنی که علاقه ای نداری از خواب بیدار بشی، روزت رو شروع کنی، سراغ کارهات بری، از لحظات ناب زندگیت لذت ببری. در واقع دیگه هدفی نداری که با خاطرش از تخت خوابت بلند بشی. کسایی که افسردگی دارن گرفتار چنین حالتی هن. واسه این افراد تحمل ساعات اولیه روز خیلی سخته، چون انگیزه انجام هیچ کاری رو ندارن. تو هم با خاموش کردن زنگ گوشیت و به موقع بیدار نشدن مثل آدمهای افسرده پیام مشابهی رو به مغزت میفرستی و در نتیجه نمیتونی اونطور که باید و شاید از ادامه روزت لذت ببری. هر شب قبل از خواب هدفت از زود بیدار شدن به خودت یادآوری کن. اگه صبحا با یه هدف بیدار بشی، روز خوبی رو واسه خودت میسازی. اگه نگاهی به زندگی افراد مشهوری مثل اوپرا، بیل گیتس، آلبرت اینشتین و حتی ارسطو بندازی، میبینی که همه این آدما سحرخیز بودن و صبحا زود از خواب بیدار میشدن. اگه صبحا که از خواب بیدار میشی اونقدر احساس خستگی و بیحالی میکنی که انگار نخوابیدی، باید نگرشت رو نسبت به خواب عوض کنی. تا به حال اتفاق افتاده که صبح یه روز خاص، مثلا عید نوروز، تولد، مراسم عروسیت یا هر جشن خاص دیگه ای، احساس خستگی و بی‌حوصلگی بکنی؟ احتمالا تا حالا واسط همچین اتفاقی نیفتاده. دلیلش اینه که اگه یه روز مناسبت خاصی داشته باشه، حتی اگه خواب کافی هم نداشته باشی، باز هم پر انرژی و با انگیزه بالا بیدار میشی و آماده ای تا روز فوق‌العاده‌ات رو شروع کنی. دلیلش اینه که نگرشی که به خوابت داری تأثیر زیادی روی حال صبح روز بعدت میذاره. اگه تو هم مثل خیلی از مردم قبل از خواب به خودت بگی چقدر امشب دارم دیر میخوابم، حتما فردا صبح خسته از خواب پا میشم، با این حرفت صبح روز بعد رو خراب میکنی. ولی اگه به خودت بگی که قرار صبح فوق‌العاده‌ای داشته باشم و با احساس خوبی از خواب بیدار میشم، با 4 ساعت خواب هم انرژی مورد نیازت واسه فردا تأمین میشه. فصل چهارم، تغییر روتین صبحگاهی برای افزایش انگیزه بیدار شدن. برای اینکه بتونی صبحها زود از خواب بیدار بشی و زندگیت رو با خوابیدن تلف نکنی، باید انگیزه بیدار شدنت رو زیاد کنی. برای انگیزه بیا قطعش کن. برای اندازه‌گیری انگیزه. برای اندازه‌گیری انگیزت برای بیدار شدن، امتیاز 1 تا 10 رو واسش در نظر بگیر. امتیاز 10 یعنی این که خیلی مشتاقی که از خواب بیدار بشی و روزت رو شروع کنی. امتیاز 1 هم یعنی این که ترجیح میدی تمام روزت رو توی تخت خوابت بگذرونی.
روش ساده‌ای وجود داره واسه این که بتونی انگیزه بیدار شدنت رو زیاد کنی و به جای خاموش کردن زنگ بیداری موبایل صبحت رو با انرژی و هوشیاری بیشتری شروع کنی. اول اینکه قبل از خوابیدن به خودت بگو و تلقین کن که صبح روز بعد پر انرژی و سر حال از خواب بیدار میشی. یه هدف واسه روز بعدت مشخص کن تا بهت انگیزه بده و با اشتیاق از خواب بیدار بشی. دوم اینکه موبایل یا ساعت زنگدارت رو دور از تخت خوابت بذار تا وقتی زنگ بیداری رو میشنوی مجبور بشی واقعا از تخت خوابت بیرون بیای و بری خاموشش کنی. بعد از اینکه زنگ موبایلت رو خاموش کردی مستقیم به دستشویی برو و دندونات رو مسواک بزن. این کار باعث میشه احساس طراوت و هوشیاری بیشتری بکنی. توی مرحله بعدی به آشپزخونه برو، آب بنوش. بدنت بعد از یه شب طولانی آب زیادی از دست داده و احساس خستگی مفرط هم به خاطر همین از دست دادن آبه. با انجام همه این کارها هوشیارتر میشی و با آمادگی زیادی به سراغ اجرای روش صبح جادویی و انجام عادتهای صبحگاهی مؤثر میری. فصل پنجم، رفع استرس با سکوت هدفمند. تو هم حتما مثل همه آدما استرس پیدا می‌کنی. اولین عادت صبحگاهی توی روش صبح جادویی واسه کاهش استرس خیلی مفیده. این عادت سکوت هدفدار بعد از بیدار شدنه. سکوت هدفدار باعث میشه که لحظاتی رو از دغدغه ها و مشکلات روزمره جدا بشی. مدیتیشن مثال بارزی از سکوت هدف داره. توی دنیای امروز خیلی ها واسه کاهش استرس از این روش استفاده میکنند. برای مثال اپرا باور داره که با کمک مدیتیشن تونسته حضور خدا رو احساس کنه. خیلی از افراد مشهور مثل استینگ، جری ساینفلد و راسل سیموئنز مدیتیشن رو بخش مهمی از زندگیشون میدونن. برای اینکه سکوت هدفدار رو توی برنامه صبحگاهیت بگذرونی پیشنهاد میکنم که مدیتیشن صبح جادویی رو امتحان کنی. قبل از شروع نگرانی هات رو کنار بذار و فقط به خودت فکر کن. توی یه محل آروم و روی یه چیز راحت مثل بالش یا مبل بشین. چهار زانو و صاف بشین. آروم نفس بکش و هوا رو به سمت شکمت هدایت کن. بعد برای نفس کشیدن سرعتی رو تعیین کن. مثلا 3 ثانیه دم و 3 ثانیه بازدم داشته باش. سعی کن ذهنت رو از هر فکری خالی کنی. اما اگه فکری هم به ذهنت اومد سعی کن دوباره روی نفس کشیدن تمرکز کنی. شاید مدیتیشن در ابتدا واسط سخت باشه، اما اگه هر روز تمرین کنی کم کم برات آسون میشه و استرست هم کاهش پیدا میکنه. اگه قبل از این هم از این روش ها استفاده کردی و به مزاقت خوش نیومده میتونی از روش های دیگه ای واسه به دست آوردن آرامش استفاده کنی. مثلا میتونی دقایقی رو به زندگیت و چیزهایی که بابت شکر گذار هستی فکر کنی یا دعا کنی. مهم اینه که هر روز صبح لحظاتی رو به کم کردن استرس و به دست آوردن آرامش اختصاص بدی. فصل ششم، ساختن زندگی ایدئال با تلقین و تجسم. چطور میتونی یه زندگی معمولی رو به یه زندگی خوشبخت تبدیل کنی؟ یکی از راهاش توجه به گفتگوی درونیه. ذهنت به طور ناخودآگاه از گفتگوهای درونی تأثیر میگیره، اما میتونی این تأثیر رو با استفاده از عبارات تأکیدی مثبت به سمت درستی هدایت کنی. جریان‌های فکری
که توی ذهنت وجود داره هیچ وقت متوقف نمیشه. این افکار در تجربه های قبلیت ریشه دارن. جالب اینه که میتونی با کمک تلقین این افکار رو به سمتی هدایت کنی که به نفع تو عمل کنن. برای اینکه افکارت رو به سمتی که میخوای هدایت کنی، این کارها رو انجام بده. یک کاغذ بردار، توش بنویس که میخوای تک تک ابعاد زندگی چه شکلی باشه. علت خواستهات رو به وضوح بنویس. بعدش از خودت بپرس که برای رسیدن به چیزایی که میخوای حاضری چه کارهایی رو انجام بدی. وقتی این عبارتهای تأکیدی رو نوشتی، هر روز حداقل یه بار از روی این عبارتها بخون. عادت صبحگاهی بعدی که باید یاد بگیری تجسم یا تمرین ذهنیه. خیلی از ورزشکارهای حرفه‌ای دقیقاً از همین روش واسه موفقیت و پیروزی توی مسابقات استفاده می‌کنن. تو هم می‌تونی واسه تجسم زندگی ایده‌آل و رویاها و اهدافت از این روش استفاده کنی. برای مثال فرض کن که می‌خوای یک کتاب بنویسی. واسه رسیدن به این هدف میتونی خودت رو توی حالتی تصور کنی که با شور و شوق زیاد مشغول نوشتن هستی و با رضایت خاطر صفحه به صفحه داری مینویسی و پیش میری. تلقین و عبارات تأکیدی مثبت بهت کمک میکنه تا پاسخ سوالهایی مثل چی میخوام؟ چرا میخوامش؟ واسه رسیدن بهش چه کارهایی باید انجام بدم رو مجسم سازی کنی. تلقین و تجسم دو ابزار خیلی قدرتمندن. زندگی رویاییت رو تصور کن. کارهایی رو که حاضری واسه رسیدن بهش انجام بدی با خودت تکرار کن. این کار نگرشت رو نسبت به کارهای روزمره تغییر میده. فصل هفتم، اهمیت ورزش صبحگاهی برای سلامتی و موفقیت. احتمالاً تو هم اونقدر سرت شلوغه که وقت ورزش کردن نداری. اونقدر مشغولی و در حال جنب و جوشی که عصرها انرژی تم میکشه و دیگه نیروی واسه ورزش کردن باقی نمیمونه. حتماً میدونی که ورزش کردن چقدر واسه سلامتی جسمی و حتی روحی مفیده. پس چرا به مسئله به این مهمی بی توجهی میکنی و توی طول روز زمانی رو واسه ورزش کردن اختصاص نمیدی؟ همه مردم از فواید ورزش مثل کاهش بیماری ها، افزایش اعتماد به نفس، به خاطر خوش فرم شدن آگاهن، ولی فقط تعداد کمی از اونا واسه ورزش کردن وقت جداگانه اختصاص میدن. احتمالاً هر روز به خودت میگی که امروز حتما ورزش میکنم، اما باز از که میشه یه جلسه یا کار فوری پیش میاد و قولی رو که به خودت داده بودی فراموش میکنی. بعد از اون هم اونقدر خسته ای که فقط دوست داری برگردی خونه و استراحت کنی. با اینکه میدونی ورزش کردن خیلی حیاتیه، ولی بازم بهش اهمیت خاصی نمیدی. برای رفع این مشکل پیشنهادم بهت اینه که ورزش کردن رو به صبح ها موکول کن. اگه ورزش کردن رو جزء برنامه های صبحگاهیت قرار بدی، توی مسیر موفقیت خیلی بهت کمک میکنه. توی یه مصاحبه آنتونی رابینز از ابن پیگن، کارآفرین مولتی میلیونر، پرسید که رمز موفقیتش چیه؟ پیگن جواب داد که هر روز صبح هم رو با برنامه موفقیت شخصی شروع میکنم. بعدش به اهمیت ورزش صبحگاهی به عنوان بخشی از برنامهش تأکید کرد و توضیح داد که ورزش کردن باعث میشه ضربان قلب و گردش خونش بالا بره و ریه‌هاش پر از اکسیژن بشه. میتونی صبح ها ورزش های مختلفی انجام بدی. برای مثال میتونی به کمک ویدیوهای آموزش یوگا هر روز صبح 20 دقیقه تمرینات یوگا را انجام بدی تا بهت کمک کنه بهتر تمرکز کنی.
شاداب بشی، انرژی مضاعفی واسه ادامه روزت به دست بیاری. فصل هشتم، خوندن و نوشتن گامی مهم برای پیشرفت فردی. بعد از ورزش و توجه به سلامتی، نوبت تمرکز کردن روی رشد فردی. خوندن و نوشتن دو تا عادت صبحگاهی مؤثره که بهت کمک میکنه هرچی بیشتر به سمت خواستهات حرکت کنی و موفقیتهات رو از یاد نبری. احتمالاً تو هم وقت زیادی واسه مطالعه اختصاص نمیدی. اگه صبحا کتابهایی با موضوعات توسعه فردی و موفقیت مطالعه کنی، تجربه های بقیه رو در رسیدن به موفقیت یاد میگیری و این خیلی بهت کمک میکنه که سریعتر به اهدافت برسی. کتابهای توسعه فردی توی همه موضوعات از جمله افزایش درآمد، بهبود روابط و راه اندازی کسب و کار وجود داره. از اونجایی که از کتاب خوندن هم مثل ورزش کردن ممکنه غفلت کنی، بهت پیشنهاد میکنم که اون رو توی برنامه صبحگاهیت قرار بدی. میتونی واسه کتاب خوندن هدف گذاری کنی، میتونی هر روز صبح 10 صفحه کتاب بخونی که بسته به سرعت مطالعت میتونه بین 10 تا 20 دقیقه طول بکشه. اگه هر روز 10 صفحه کتاب بخونی، تا پایان سال میتونی حدوداً 18 تا کتاب رو تموم کنی. وقتی داری یه کتاب رو میخونی، نکات مهم و با ارزش رو علامت گذاری کن و بارها بخون تا همیشه تو ذهنت بمونه و بتونی ازشون استفاده کنی. بعد از خوندن حالا وقت نوشتنه. نوشتن تأثیر زیادی داره. اگه هر روز صبح بین 5 تا 10 دقیقه بنویسی، سرعت رشد فردیت بیشتر میشه. نوشتن افکار، احساسات و بینش ها خیلی مؤثره. اگه عادت نوشتن رو توی برنامه صبحگاهیت بگنجونی، آروم آروم متوجه میشی که احساس شادمانی و حق شناسی بیشتری داری، چون نوشتن بهت کمک میکنه که بتونی روی موفقیت‌های قبلی و اهداف آینده تمرکز کنی. هر روز صبح یک کاغذ بردار و صفحه رو به 2 قسمت تقسیم کن. توی یه ستون چیزهایی که یاد گرفتی و توی ستون دیگه تعهدات جدیدت رو بنویس. این کار باعث میشه که دیگه اشتباهات گذشته رو تکرار نکنی و به تغییراتی که میخوایی توی زندگیت ایجاد کنی پایبند باشی. حتما نوشتن رو توی برنامه صبحگاهیت قرار بده تا تجربیات قبلی رو مرور کنی، مشکلات و موفقیت خاط رو به خوبی بشناسی و پیشرفتت رو زیر نظر داشته باشی. فصل نهم، شخصی سازی عادات صبحگاهی با توجه به نیازهای خودت. توی بخش‌های قبلی 6 عادت مؤثر صبحگاهی رو بهت معرفی کردم که میتونه تو رو به اهدافت برسونه. توی این بخش میخوام بهت یاد بدم که چجوری میتونه این 6 عادت رو مطابق برنامه و نیازهای خودت به کار ببری. در واقع نیازی نیست که همیشه از برنامه و وقت ثابتی پیروی کنی. میتونی هر جور که برات بهتره وقت بذاری. مثلا اگه 1 ساعت وقت داری تا به برنامه صبحگاهیت برسی، میتونی زمانت رو به شیوه های گوناگون بین 6 تا قسمت تقسیم کنی. برای مثال میتونی 10 دقیقه واسه هر عادت وقت بذاری، یا اگه فکر میکنی که نیاز داری بیشتر ورزش کنی، میتونی 30 دقیقه به ورزش و 5 دقیقه به بقیه عادتهات وقت اختصاص بدی. اگه 1 ساعت وقت نداری ناامید نشو. حتی اگه 10 دقیقه واسه عادتهای صبحگاهی وقت بذاری، بهتر از انجام ندادن اونهاست. اگه برنامه روزانت خیلی شلوغه، هر روز صبح فقط 6 دقیقه واسه این عادت ها وقت بذار. 1 دقیقه توی سکوت بشین،
یه دقیقه عبارتهای تأکیدی خودت رو با صدای بلند تکرار کن. یه دقیقه کارایی رو که میخوای اون رو انجام بدی توی ذهنت تصور کن. یه دقیقه چیزهایی که بابت شکرگزاری و چیزهایی رو که میخوای اون روز به دست بیاری بنویس. یه دقیقه کتاب بخون. در نهایت چند حرکت ورزشی مثل شنای سوئدی انجام بده. علاوه بر این میتونی آزادی عمل بیشتری توی انتخاب زمان و مکان انجام عادتهای صبحگاهی داشته باشی. برای مثال ممکنه دائم در حال سفر باشی، در این صورت میتونی مدیتیشن، تلقین، تجسم و خوندن کتاب رو توی هواپیما و اتوبوس هم انجام بدی. وقتی که توی محل اقامت یا هتل هستی میتونی حرکات ورزشیت رو هم انجام بدی. ممکنه شیفت شب باشی و نتونی شبها رو بخوابی، در این صورت هر وقت که از خواب بیدار شدی میتونی عادتهای صبح جادوییت رو انجام بدی. اون چیزی که اهمیت داره اینه که زمان مشخصی رو به رشد فردیت اختصاص بدی و ازش غافل نشی. فصل دهم، پایبندی به عادتهای صبحگاهی با همراهی یک دوست و اجرای چالش 30 روزه. برای اینکه تأثیر هر عادت مثبتی رو توی زندگیت ببینی باید بهش پایبند باشی و یه مدت به طور منظم انجامش بدی. یکی از راه‌های پایبندی به عادت‌های مثبت پیدا کردن دوستیه که همراهیت کنه. حتما تو هم اهمیت حضور همراه رو تجربه کردی. مثلا وقتایی که میخوای باشگاه بری اما حوصله‌اش رو نداری و موکولش میکنی به یه روز دیگه. اما اگه همین تصمیم رو با دوستت گرفته باشی و بدونی که اون منتظرت، انگیزت واسه رفتن به باشگاه بیشتر میشه. معمولا وقتی به کسی قول میدیم و عهد میبندیم بیشتر به اون کار پایبند میشیم. به خاطر همین اگه میخوای به عادتهای صبحگاهیت پایبند بمونی باید دوستی پیدا کنی که اونم مثل خودت و توی همین مسیر باشه. اینجوری حواست به هم دیگه هست تا هیچ کدومتون زیر قولش نزنه و به برنامه متعهد بمونه. اگه از بین دوستات کسی رو پیدا نکردی که مثل خودت به عادتهای صبحگاهی علاقه‌مند باشه میتونی سراغ انجمنهای آنلاین بری و یکی رو از توی اینترنت پیدا کنی. معمولاً حدود 30 روز طول میکشه تا یه عادتی شکل بگیره. پس اگه میخوای به عادتهای صبحگاهی پایبند بمونی میتونی توی چالش 30 روزه تغییر صبح جادویی شرکت کنی. این چالش 3 مرحله داره. 10 روز اول دشواره و به سختی سپری میشه. 10 روز دوم نسبت به 10 روز اول آسون تره ولی بازم سختی های خودش رو داره. 10 روز سوم آروم آروم عادت جدید شکل میگیره و انجامش واسط لذت بخش میشه. برای مثال من وقتی میخواستم دویدن رو به برنامه صبحگاهیم اضافه کنم یه چالش 30 روزه جدید واسه خودم تعیین کردم و به خودم قول دادم که هر روز بدوم. 10 روز اول اونقدر سخت گذشت که دلم میخواست برنامه رو کنار بذارم. هر روز به خودم میگفتم که ایرادی هم نداره اگه ادامه ندم. با این حال میجنگیدم و ادامه میدادم. 10 روز دوم دیگه از دویدن متنفر نبودم و حس بهتری بهش داشتم. توی 10 روز آخر احساس کردم که عاشق دویدن شدم و لذت میبرم. سخن پایانی، اگه میخوای توانمندی هات شکوفا بشه و توی زندگیت به هر چیزی که آرزو داری برسی از برنامه صبحگاهی غافل نشو. اولین لحظات و دقایق روزت رو به رشد فردی اختصاص بده و با روش صبح جادویی زندگیت رو متحول کن. صبح جادویی از 6 عادت مؤثر تشکیل شده.
سکوت و مدیتیشن، تلقین، تجسم، ورزش کردن، خوندن و نوشتن. این کارها شاید ساده به نظر برسن، اما اگه به طور منظم انجام بدی و بهشون پایبند باشی، تأثیرشون رو توی ادامه روز و توی کل زندگیت میبینی. توصیه های کاربردی: نگاهی مثبت به روز بعدت داشته باش. هر شب قبل از خواب فکر کن که روز بعد چه اتفاق فوق‌العاده‌ای قراره برات بیفته و چه چیزی باعث میشه انگیزه بیشتری واسه بیدار شدن داشته باشی. قراره دوست صمیمی خودت رو ملاقات کنی یا صبحونه خوشمزه و دلچسب بخوری و لذت ببری. اگه از شب قبل مشخص کنی که روز بعد چه چیزهای هیجان انگیزی قراره واسط اتفاق بیفته، صبحها راحت تر از خواب بیدار میشی. یه دوست و همراه واسه خودت پیدا کن. دوستی پیدا کن که برای استفاده از صبح جادویی و رشد فردی تو رو همراهی کنه. این همراهی به نفع هر دوی شماست. میتونین توی این مسیر به همدیگه کمک کنین و هر دو از هم مطمئن بشین که به عادتهای صبحگاهیتون پایبند میمونین و حواستون به همدیگه هست. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.